یه دونه الان باشم بردم. امروز افتخار داریم در خدمت آقای دکتر کاشی هستیم. و موضوع سخنشون از قوانین و سیاست در ایران است. چندی هست که عده‌ای از محققان و متفکرین در رشته‌های مختلف در حال مفهوم پردازی و تلاش برای پاسخ به این پرسش هستند که مسئله ایران امروز چیه؟ و خب طبیعتاً بعد از طرح مسئله باید برای حل مسئله چه باید کرد؟ آقای دکتر کاشی در طی یکی دو سال گذشته خلاف آمده خیلی از محققان دیگه موضوع ایران رو موضوع سیاست میدونن که حالا قطعا در این سخنرانی به دقت بیشتری جزئیات این ایده رو خواهیم شنید. قبل از اون در هفته های گذشته همکاران ما در گروه روان‌پزشکی و دانشکده علوم رفتاری درگیر برگزاری کنگره‌های مختلف بودن، دومین همایش انجمن علمی رواندرمانی و همینطور دومین کنگره خلقی برگزار شد که هر دو همایش و کنگره به خوبی و با کیفیت علمی مناسب که جا داره از برگزار کنندگان این دو برنامه علمی خوب هم همینجا تقدیر و تشکر رو بکنم. آقای دکتر کاشی خدمتتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت اساتید دانشجویان. خب من سیاست خوندم و تو ضمن عرایضم نشون میدم که ما علوم سیاسی خونده ها در واقع چجوری پا تو کفش شما روانشناسان کردیم. اصولا علوم سیاسی جزء رشته هایی هست که بهش میگن رشته تغذیه کننده است، یعنی رشته مادر نیست، به این معنا که از شاخه های مختلف علوم درش تداخل میکنند تا فهم امر سیاسی رو ممکن بکنند. اینکه علما و دانشمندان حوزه سیاست از کی پا تو کفش روانشناسی کردند سابقه دیرینی داره، مثل همه حوزه ها به یونان برمیگرده و اون وقتی که افلاطون میگفت آنچه که بر بدن تک تک افراد به خط ریز نوشته شده، به خط درشت و خانا بر بدن جامعه نوشته شده، یعنی نسبتی وجود دارد میان آنچه که در جامعه در سطح کلان روی میده و آنچه که بر حال و روز تک تک افراد میگذرد. به حال اختلاف نظر ما با روانشناسی به طور صرف این هست که روانشناسان معمولاً از معضلات روان فردی سخن میگند بدون اینکه نسبت آنچه بر روان فردی میگذرد را با آنچه در سطح کلان در سیاست و جامعه میگذرد بحث میکنند و بررسی میکنند و ما سیاست خوانده ها و شاید جامعه شناسان مدعی هستیم که آنچه در روان فرد میگذرد انعکاسی است از آنچه در سطح کلان اتفاق میافتد. خب من تصمیم دارم یک مقدمه خیلی کوتاهی در مورد تئوری‌های سیاست و روانشناسی عرضه کنم خدمت دوستان و بعد وارد ایران بشم و بگم که شاید آنچه بسیاری از شما
با افراد و معضلات فردی افراد مواجهید، ما تصور میکنیم که این حال و روزهای فردی فقط ریشه در حال و روز فردی ندارد، در سطح کلان اتفاقاتی داره میفته که اینها محصولاتشند. پیوند روانشناسی و سیاست تو منابع تئوری‌های سیاسی بخونید به فروید برمیگرده. فروید روانشناس فقط نیست، اصلا فروید میشه گفتش که بیشتر فیلسوفه تا روانشناس. کتاب مهمی هم تو بازار هست به من به نام فروید به منزله فیلسوف که فوق‌العاده کتاب خوبی است. بنابراین بحث به فروید برمیگرده. اونجایی که فروید نشان میدهد چگونه جامعه هنجارهاش، ارزشهاش، اخلاقش، همبستگیهاش و گسیختگیهاش در رژیم سرکوب و کنترل غرایز فردی ایفای نقش میکنه. به نظر فروید هر فردی، اینکه یک فردی تشخصی دارد، خلق و خو و مرامی برای زندگی دارد، این حاصل رژیمی از سرکوب میدان غرایز اوست. این رژیم سرکوب غرایز از خود فرد حادث نمیشه، این رژیم سرکوب غرایز ناشی از زندگی فرد در یک میدان روابط اجتماعی است. میدان روابط اجتماعی رو اموری سامان میدند، همبسته میکنند یا گسیخته میکنند و همان میدان روابط و هنجارهای اجتماعی است که سرنوشت فرد رو تعیین میکنه و فرد میفهمد یا خو میگیرد به اینکه چگونه به خود فرم ببخشد و او حاصلش میشه یک فرد با یک سازمان و تشخص روانی ویژه. بنابراین افراد و خلق و خوهای آنها حاصل یک میدان و مناسبات اجتماعی و سیاسی است. مباحث فروید در حوزه جامعه شناسی و سیاست، به خصوص بر اساس اون رساله آخری که فروید داره که دوتا ترجمه به فارسی حل شده، اسم کتاب حالا یادم میاد خدمتون میگم، مصائب زندگی در دنیای در جامعه چنین چیزی است، نابسامانی های زندگی، تمدن و ملالت، تمدن و ملالت دقیقا و مصائب آن و ملالت های آن. بله بله بله، ممنونم، متشکرم. به خصوص این رساله که در واقع ترجمانی اجتماعی و سیاسی است از مباحث روانشناسی فرویدی، مبدع و نقطه عزیمت جریان پیچیده ای از مباحث روانشناسی و سیاست شد که یونگ و آدلر و لکان و فوکو و حالا حتی این فیلسوفان قرن 21 مثل ژیژک که در پیوند بین روان و فلسفه هگلی کار کرد، اینها همه ادبیات گسترده است در باب روانشناسی و سیاست. خب من میتونستم البته این مدت کوتاهی که در خدمت شما هستم رو اختصاص بدم به این که سیر این تئوری ها رو با هم مرور کنیم، به خصوص مباحث فوق العاده مهمی که لکان در این حوزه طرح کرده، ولی من ترجیح دادم که حتما اساتید اینها رو میدونند، بنابراین گمان کردم که از همه اینها بخوام نتیجه‌ای بگیرم برای فهم آنچه در دنیا و سیاست و جهان سیاسی امروز ما در ایران جاری است.
ببینید، اگر فرصتی بود و اون مباحث روان و سیاست رو با هم مرور می کردیم، یکی از نتایجی که می گرفتیم این است که الان خدمت شما عرض می کنم. جامعه سیاسی کی از نظر فیلسوفان سیاسی، از نظر متفکران و تئوری پردازان سیاسی، جامعه سیاسی کی یک جامعه بسامان مطلوب است؟ گفته می شود جامعه سیاسی وقتی یک جامعه بسامان مطلوب است که بهره‌مند باشد از اقتدار سیاسی. اقتدار جوهر حیات سیاسی است. حالا اقتدار یعنی چی؟ اقتدار یعنی وجود اون صورتی از قدرت، چون جوهر سیاست قدرته. بهره‌مندی از اون صورتی از قدرت که توسط تک تک شهروندان به چشم احترام نگاه شود. ببینید، بهترین تمثیلش رابطه ایست که یک مؤمن با خداوند داره. فرض بر اینه که در یک صورت بندی بسامان روابط بنده و خداوند، بنده به خداوند به منزله منشأ قابل احترام و دوست داشتنی و در این حال پر عظمت از خیر و نیکی نظر کند. بنده که خدا میترسه، وحشت داره، این رابطه مطلوب مؤمنانه نیست. رابطه مطلوب مؤمنانه اینه که شما به چشم خشوع نظر میکنید. شما وقتی به کسی به چشم خشوع نظر میکنید، لزوماً مال این نیست که، حتما مال این نیست که شاخ داره و دندانهای تیزی داره. مال این است که اتفاقا منشأ قدرت است، مهر است، لطف است، علم است و سراپای وجود شما رو پذیرش او فرا میگیرد. جامعه سیاسی مطلوب جامعه ای است که شهروندان نسبت به قانون چنین موضعی داشته باشند، چون دائر مدار سیاست حاکم نیست، قانون است. قانون چنان محترم باشد. قانون چیه؟ قانون اون ضابطه است که خیر عموم را تضمین می کند و برایند خواست نیکخواهانه مجموع شهروندان است. قانونه. حالا این قانون میتونه محترم باشه، میتونه موضوع بی احترامی قرار، ممکنه در یک جامعه شهروندان به قانون در واقع تلاش کنن از زیر بار قانون فرار کنن، یا اینکه اتفاقا همه شخصیت خودشون رو و کمال خودشون رو در تبعیت از یک نظام حقوقی و قانونی دنبال بکنند. وقتی که قانون چنان محترم است که از شخص حاکم و همه مسئولان به شدت به او به نگاه احترام نظر کنند و به حریم آن نزدیک نشوند و تک تک شهروندان نیز چنین باشند، این یه جامعه سیاسی مطلوبه، دست کم به معنای مدرنش. قانون جامعه سیاسی مدرن قانون است و مسئله اندیشه سیاسی مدرن و بحثی که فیلسوفان سیاسی مدرن از سرآغاز مدرنیته تا کنون کرده اند اینه که چگونه میتواند قانون محترم باشد، اقتدار داشته باشد، افراد از دل به او به نظر احترام نظر کنن، حالا افراد هر کسی که باشد.
شهروند یا حاکمان. این اقتدار است. ببینید، فرض بر این است که فرض بر این است که یک جامعه و یک نظم سیاسی توأم با اقتدار شهروندانی آزاد مسئول می آفریند. یعنی ببینید، دقت کنید، مسئله اندیشه سیاسی مدر پیوند بین آزادی و قانون است. فرض اینه که اگر جامعه قانون نداشته باشه یا صورتبندی های قانونیش محترم شمرده نشه، جامعه دچار آشوبه، افراد احساس شخصیت نمی کنند، احساس خردمندی نمی کنند، آزادی براشون غیر ممکنه و احساس مسئولیت فردی حتی و خانوادگی برایشون میسر نیست. تشخص افراد ها، ببینید اگه من بخوام یه مثالی بزنم برای تفهیم این قصه، خانواده چنینه. ببینید، علل اصول یک خانواده منسجم که پدر نقش خودشو میدونه، مادر نقش خودشو میدونه، روابط توأم با مسئولیت و عشق میان اعضای خانواده جریان داره، علل اصول ما انتظار داریم که تو این خانواده فرد کودک سالم پرورش پیدا بکند. اما اگر خانواده توش جدال باشه، مادر هر کاری ممکن باشه که بکنه، پدر هر کاری ممکن باشه بکنه، نه مادر نه پدر حریم خانواده رو محترم نشمارن، به هم خیانت بکنند و هزار اتفاق تو خانواده بیفته، شما بعیده، نه اینکه محاله، ولی بعیده که فردی که تو این خانواده بزرگ میشه فرد بسامانی باشه. چرا؟ چون ببینید، گفته میشه خانواده مثل رحم ثانوی بچه است. بچه همونطور که در رحم مادر همه امکانهای حیات رو دریافت میکنه و بقا پیدا میکنه، خانواده همون رحم ثانوی است. یعنی اگر خانواده به سامان سقفی وجود دارد که به بچه احساس اعتماد به نفس میدهد، احساس امید میده، احساس شخصیت میده، خب این بچه سالم پرورش پیدا میکنه. جامعه سیاسی، اگر خانواده رحم دومه، جامعه سیاسی رحم سومه. البته از یه جهت میشه گفت رحم دوم اینه، چون خانواده به سامان بیشتر وابسته است به یک جامعه به سامان. جامعه ای که سر و سامان داره، نظام حقوقی و قانونی معین داره و این نظام حقوقی و قانونیش موضوع احترام همگانه و همگان به قانون از نگاه خشوع نظر میکنند، شما میتونید اطمینان پیدا بکنید که شهروندان اون جامعه احساس شخصیت میکنند، احساس محترم بودن میکنند، تحقیر نمیشوند، احساس امید به زندگی میکنند، احساس میکنند. ببین، درست مثل یه مؤمنی میمونه که به قول نیچه، یه دفعه پیغمبر نیچه از کوه سرازیر بشه و بهش بگه خدا مرده است، آشفته میشه. شهروندی که در تجربه زندگیش فکر کنه قانونی نیست، هیچ کس محترم نمیشمارد و حاکمان بیش از همه متعرض کنندگان به قانونند. ببینید، زندگی آشوب، صحنه آشوبه. فرد زندگی رو به منزله عرصه تحقیر تجربه میکنه، بنابراین میدان تعرض زندگی رو
به منزله میدان از تعرض به خودش تجربه میکنه و او تا میتواند به دیگران تعرض میکند. بنابراین جامعه رو شما یکی از شاخصهای سنجش یک جامعه خوب شاخص اعتماده. افراد علل اصول به دیگران چقدر اعتماد دارند؟ با آشنایان نه، به طور کلی. یعنی شما واقعا چقدر اعتماد دارید؟ اگه در ماشینتون رو باز بگذارید، اگه پولی به کسی بدید، خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. چند درصد احتمال میدید خطری شما رو تهدید نکنه؟ این نشون میده چقدر به دیگران اعتماد دارید. و هرچی شاخص اعتماد پایین‌تر، جامعه گسیخته‌تر، فرد ناآرام‌تر، احتمال زندگی غیر اخلاقی فرد بیشتر. خیلی خوب، پس فرض ما بر این شد سازمان روانی بسامان فرد بستگی به این داره که اساساً چقدر یک جامعه سیاسی مقتدر وجود داره. جامعه سیاسی اما جامعه سیاسی مقتدر چگونه شکل میگیره؟ فقط این نیست که ما تصمیم میگیریم نظام حقوقی رو سر و سامان بدیم و بعد تسلیمش بشیم. باید مشخصاتی در جامعه سیاسی وجود داشته باشه که جامعه سیاسی مقتدر باشه. ببینید، یکیش و مهمترینش اینه که شما احساس تعلق به جامعه بکنید. احساس تعلق به جامعه یعنی واقعا احساس کنید خویشاوندید. ما ایرانی ها با هم یه حس همبستگی و یک خویشاوندی، حالا نه به گرمای عمه و خاله، ولی یک احساس جمعی خویشاوندی به نحو اقلی داریم. خب عمه و خاله و دایی و عمو به خاطر اینکه فک و فامیله مونن احساس خویشاوندی باشون میکنیم، اما در سطح کلان 80 میلیون دیگه رابطه ها که خونی نیست. چگونه ما میتوانیم احساس تعلق جمعی بکنیم؟ ما به شرطی میتونیم احساس تعلق جمعی بکنیم که سمبول ها، نماد ها و میانجی هایی وجود داشته باشند تا این میانجی ها از نظر همه ما محترم باشند. و اینی که عرض میکنم برای همه تاریخ بشر مصداق داره، برای همه جوامع کم و بیش مصداق داره، اما برای جوامع شرقی و برای جوامع خاورمیانه به نحو اولا مصداق داره. اونم دین است. دین مجموعه است از آموزه ها، از مصداق ها و سمبول ها که در روابط بینابینی ما اگر محترم و معتبر باشند، رابطه من و تو هم از جنس تعلق و پیونده. اما اگر اونها محترم نباشند، ما با هم احساس بیگانگی میکنیم، چون زبان مشترک نداریم. هیچ چیز در تاریخ انسانی جایگزین قدرت دین برای تولید تعلقات جمعی ندارد. اساسا جامعه شناسانی مثل دورکیم میگن اصلا دین چیزی نیست جز جامعه، جامعه چیزی نیست جز دین. بنابراین دین بسیار مسئله مهمی است. این که آیا ارزش ها و مصداق ها و سمبول ها و باورهای دینی معتبرند، ما اونها رو دوست داریم یا اونها قیدند، احساس زنجیر میکنیم، سعی میکنیم از زیر بارش دریم یا از دل به اونها احترام میگذاریم. دین بسیار مهم است. جامعه ایران مثل هر جامعه سنتی دیگری شیرازه اساسیش دین بوده است. وقتی که وارد دنیای جدید شد، مدرنیته یک نظام ارزش‌ها و باورهایی است که از بیرون بر ما عرضه شد.
در واقع مدرنیته ایرانی یک مدرنیته آمرانه بود، مدرنیته نبود که از بطن مناسبات طبیعی ما زاده شود، درست به خلاف مدرنیته اروپا که مدرنیته از بطن، در واقع از بطن مناسباتشون جوشید. مدرنیته به شکل آمرانه بر جامعه ما حادث شد. مدرنیته، ببینید فرد ما اولین باری نبود که یک جهان بیگانه بر ما عارض می شد. قبلا رومی ها بودند، عرب ها بودند، ترک ها بودند، افغان ها بودند که بر ما عارض شده بودند، اما هیچ کدوم اونها با متن زندگی روزمره ما کاری ندارند. حالا یه خود عرب ها رو و برود اسلام رو باید استثناء کرد، ولی حتی اونها به قدر و اندازه اتفاقی که تو دنیای مدرن میفته نیفتاد. مغولا اومدن تو جامعه با حکومت و ساخت سیاسی کار دارن، کاری با مردم و زندگی روزمره مردم ندارند. افغان ها همینطور. اما مدرنیته دنیایی است که ساختار زندگی روزمره مردم را دستکاری می کند، با نظام آموزشیش، با الگوی چرا رضاخان که سمبل این مدرنیته آمرانه است با حجاب و پوشش مردم سر و کار داره. برای این که مدرنیته ای که او حامل اوست به او دیکته می کنه که تو قرار نیست فقط یه حکومت تشکیل بدی، قراره دنیا و عالم دیگر آمده است، باید این دنیا و عالم دیگر رو با نظام آموزشی، با الگوی پوشش، با الگوی خوردن، با الگوی روابط انسانی، با همه چیز به دنیا و زندگی مردم ببرید. ببینید مدرنیته آمرانه فرماسیون زندگی به معنای سنتی در جامعه ایران رو به هم ریخت. عینی ترین مصداقش به تدریج شهری شدن جامعه ایران بود. همین که ما ببینید اول ایلات رو سرکوب کرد، بعد به تدریج بیاید تو دو تا دوره محمد رضا شاه، به تدریج جامعه ایران از یک جامعه روستایی به یک جامعه شهری تبدیل شد. این اقلیم زندگی جدیده، این اصلا الگوی آشنا و معلوف مردم نیست. اینجا روابط میانجی بین ما دیگه دین نیست. دین رو ما در صورتبندی روستا و ایل و قبیله تجربه میکردیم، اینجا میانجی این ارتباطات اون نیست. رسانه است، رادیو است، تلویزیون، روزنامه است، اصلا مسجد دیگه نیست. ببینید جامعه ایران به خصوص بعد از دهه 40 یک جامعه به هم ریخته است. جامعه سازمان اقتداراتش رو از دست داده. پهلوی ها نمیتونن یک رژیم مقتدر باشند، حتی اگر خیلی زورمند هم باشند، زور ممکنه داشته باشند اما مرجع اقتدار نبودند. بنابراین روانشناسی سوژه های شهری تحصیل کرده، هرچی این متغیرها رو اضافه میکنم این شاخص هم بیشتر میشه، هرچی شما سراغ این سوژه ها میرید بیشتر باید انتظار داشته باشید که اینها آشفتند، گسیختند، روان نژندند، سازمان روانیشون رو نمیتونن سازماندهی کنند، هدف گذاری زندگی براشون ناممکنه، زندگی به یک قلمرو بی‌معنا تبدیل میشه، سقفی جامعه نداره. بنابراین پناهگاه امنی وجود نداره، مثل خونه‌ای میمونه که پدر فرار کرده. این چنین است که به خلاف انتظار همه تحلیلگران
جامعه ایران از اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 به شدت گرایشات مذهبی پیدا میکنه. هجوم مردم به گرایشات دینی که پیمایشی که سال 53 انجام شد و دکتر اسدی انجام داد و گزارشی که اون روز به شاه دادند و اعلام خطر کردند که این جامعه داره توش یه اتفاق بزرگی میفته، حیرت انگیزه، تو هی داری جامعه رو مدرن میکنی اما این جامعه داره به افق سنت و دین برمیگرده، تو چرا نمیفهمی؟ شاه باور نمیکرد. خب هرچی همه تئوری ها و تئوریسین های دنیا اینو تایید میکردن، هرچی شاخص های تکنولوژیک و توسعه در جامعه تو گسترش پیدا میکنه که شاه گسترش میداد دانشگاه ها رو مدارس و تکنولوژی های متفاوت رو و شهری شدن و چه و چه، خب این جامعه بیشتر و بیشتر بعد از سنتش فاصله بگیره. اما چرا برعکس عمل میکنه؟ برای اینکه جامعه سازمه اون چیزی رو که نمیفهمه شاه، جامعه سازمان اقتداراتشو داره از دست میده، این جامعه داره بی سقف میشه، این آدما احساس معناداری رو تو زندگی دارن از دست میدن، بنابراین اینا راهی ندارند دوباره پناه ببرند به آن افقی که از دست داده بودند. اما این دین اون دین قبلی نبود، این دین دین روستا نبود، دین ایلو توایفی نبود که رضا شاه به هم زد، این دین شهری بود، بازگشت با فراخوان مجدد ارزش‌های دینی در یه جامعه شهری بود، بنابراین لاجرم بعد سیاسی پیدا می‌کرد. این دین دیگه دین سیاسی است. خب ببینید، من تو سن و سالی دیگه این حرفایی که دارم از حالا به بعد میزنم اینا دیگه مطالعات من نیست، اینا تجربه ها و خاطرات منه. ما جوان و جوانان دهه 50 ما نوجوانان دهه 50 تو شهر، اینو تو فیلمای دهه 40-50 هم میتونید ببینید، تو رمان‌های دهه 40-50 هم میتونید ببینید، تو فیلم فارسی ها به خصوص، شهر مظهر گناهه، شهر مظهر کثافته، شهر مظهر تعرض به نوامیسه، این تعرض به نوامیس تقریبا تو تمام فیلم فارسی ها هست، این بهروز وثوقی قهرمان اینجور فیلم ها بود، حتما هم دیدید، شهر مظهر تعرض به ناموس جمعی است. حتی جالبه که تو تبلیغات و دیسکورس های سیاسی اون دورم که ببینید، مقوله تعرض به ناموس یکی از شاخص های بزرگ بسیج کننده است. خب این جامعه در دین، در ارزش های دینی احساس امنیت میکنه. دوستان، با اطمینان عرض میکنم اون فضا جستجوی ارزش‌های دینی برای احیای اقتدارات اجتماعی، برای دوباره بهره‌مندی از یک سقف اطمینان بخش در جامعه میکرد، اما اون جامعه هیچ وقت تو مخیلش حکومت روحانیت نبود. مسئله حکومت روحانیت نبود، مسئله بهره‌مندی از سقف اطمینان بخش ارزش‌های دینی در یک جامعه به شدت گسیخته بود. من اگه بیوگرافی شخصی خودم رو قرار باشه بگم، سوژگی من همش حاصل اون امیدی بود که اون افق به من داد. من همچنان شیفته اون افقم، برای اینکه به من سوژگی داد، امکان تفکر داد، امکان اعتماد به نفس داد، یعنی احساس اینکه جهان یک سقفی دارد.
اما بعد چی شد؟ حقیقتا شما از اواخر نیمه های دهه 50 بعد وارد انقلاب میشید و بعد انقلابی پیروز میشود، وارد فضای بعد از انقلاب میشید. ببینید، به یک عبارت میتونید بگید انقلاب سال 57 در ایران انعقاد جامعه ایران بود. دوباره جامعه که از دست رفته بود به برکت اون افق همبسته ساز نیمه های دهه 50 دوباره یک تشخص جمعی یافت. خب حقیقتا اگر اون افق رو خوب مدیریت میکردند، اگر درکی وجود داشت در ایران، چه توسط کسانی که حکومت کردند، چه توسط اپوزیسیون جمهوری اسلامی، فرقی نمی‌کنه، همه اون کسانی که مردان سیاست یا زنان سیاست آن روزگار بودند، هیچ کدوم هیچ درکی از فضیلت حیات سیاسی نداشتن مطلقا. فضیلت حیات سیاسی یعنی اون حضور همگان و این ادراک که این جامعه جامعه است مال همه ما و ما هممون خویشاوند یکدیگریم، همونی که به ما یک سقف اطمینان بخش جمعی عطا میکرد. اما هیچ کس در آن روز این درک رو از فضیلت سیاسی نداشت. همه چیز خاصگرا بود. همون ماهای اول اسلام مساوی گرفته شد با روحانیت، رو در دیوار نوشتن اسلام مساوی است با روحانیت، و همون روزهای اول همه با هم شروع کردن این که تو کی هست، کی خودیست، کی غیر خودی، و فرایند خاص کردن قلمرو و حیات سیاسی در ایران آغاز شد و همین جور ادامه پیدا کرد. حالا ما امروز با یک فاجعه به گمان من بزرگی مواجه شدیم. اون چیه؟ اون اینه که حکومتی با تکیه بر ارزش‌های دینی بر ایران حکومت کرد، اما این ارزش‌های دینی رو خالی کرد از فضائل سیاسی. یعنی این ارزش‌های دینی به جایی که سقف همگان شوند، همه زیرش احساس امنیت کنند، امنیت نه به معنای پلیس و چوا هست، الحمدلله این یکی شبهت شکر کرد، امنیت عمیق روانشناختی که بگه اینجا از آن من است، من اینجا احساس اعتبار میکنم، یک احساس عمیق امنیت روانشناختی که دائم مدارش پلیس و نیروی مسلح نیست اصلا. ببینید این جامعه دین در واقع مانع شدن که این فضیلت به منزله علائم مولد فضیلت سیاسی در ایران عمل کند. خب چی شد؟ جامعه دوباره از دست رفت. جامعه حقیقتاً از دهه‌های از یکی دو دهه بعد از انقلاب روند فرو ریختنش آغاز شد. ارزش‌های اخلاقیش گسیخته شد. البته این فقط درونی نیست، بین‌المللی هم هست. موج نئولیبرالیسم که سطح جهانی گسترش پیدا کرد، جامعه رو اتمیزه کرد. اعتبار ارزش‌های دینی رو، همین دیروز بود یه جا گفتم به اعتبار یک قسم چقدر ممکنه تو به یکی اعتماد کنی، پول بهش بدی و امید داشته باشی پس بگی. یه نفر نگفت من امید دارم که پولی به کسی بدم و به اعتبار قسم حضرت عباس این پول رو بتونم پس بگیرم. این معنیش اینه که نقش میانجیگرایانه این ارزش‌های دینی گسیخته شده. مردم دیندارن، من دیندارم، تو هم دینداری، اما در روابط بین من و تو
ارزش‌های دینی چیزی رو نمیتونن ضمانت کنن. مسئله این بگه، نه که مردم لزوماً بی‌دینن. ببینید جامعه سقفش فرو ریخته، جامعه ای که سقفش فرو ریزه همون اتفاقاتی که عرض کردم درش میفته، گسیختگی های روانی، احساس تنهایی، احساس بی‌اعتمادی، احساس بی‌معنایی در زندگی، ناامیدی، یأس. این چیزیست که من در سطح جوانان این رو امروز زیاد میبینم و خیلی پژوهش هام حاکی از اینه که هیچ این اتفاقی افتاده. اما فاجعه کجاست؟ فاجعه اینجاست که خیلی خوب دوره پهلوی اگر یه دور اتفاق افتاد، میراث ارزش‌های دینی وجود داشت تا این جامعه به اونها رجعت کند و آن سقف فرو ریخته رو بازسازی بکنه. سوژه های روان پریش یک پناهگاهی داشتند تا به اعتبار اون پناهگاه خودشون رو بیافرینن و سوژه های خلاق آفرینشگر امیدوار باشن. آقا اون سرمایه رو سوزاندن و اعتبارش رو بسیار، نمیگم نابود شد، ولی خیلی کفاف دیگه نمیده. مثل چاهای نفته بونه میگن به زودی دیگه خیلی هاش قابل استحصال نیست، باید گاز تزریق کنیم تا قابل استحصال شود. این در سرمایه های فرهنگی و اعتماد اجتماعی هم یه چنین اتفاقی حقیقتا افتاده. این مسئله امروز ماست. بنابراین مسئله، من معتقدم حتی یک روانشناس، یکی دو جمله دیگه میگم عرایزم و خاتمه میدم، حتی یک روانشناس به گمان من باید به این موضوع بیاندیشد که اولا این سوژه های روان پریش چقدر این ساختارشون رو میشه توضیح داد بر مبنای تجربه های شخصیش و چقدر میشه اون رو توضیح داد بر مبنای آنچه که در این روزگار میگذرد، و بعد به این بیاندیشد که سلامتی روان این مریض چقدر منوط است به احیای سرمایه های آسیب دیده یا جایگزینی سرمایه های تازه، هر دوش، و اونها چگونه. بنابراین من علوم سیاسی خوانده و شمای روانشناس به هم خیلی نیازمندیم از اینکه تو بگویی آن سوژه‌ای که پیش تو میاد چه شاکه، چه معضلات روانی داره، من توضیح بدم که چه اتفاقی تو سطح کلان افتاده که اون رو توضیح میده، و من به تو احتیاج دارم بدونم این اتفاقاتی که داره تو سطح کلان سیاست میفته توی روانشناس به من بگو که پیامدش در روان و اخلاق و امید به زندگی تک تک سوژه های این جامعه پیامدش چیست. تو اونو به من بگو، من اینو به تو بگم، و در تلاقی این دو شاید بشود برون رفتی پیدا کرد. خیلی متشکر از حوصله دوستان. بله خواهش، من بشینم یا بیستم؟ شما روالتون چیه؟ من بشینم اینجا بشینم در خدمت دوستان هست. من خیلی تشکر میکنم که یه نگاه خیلی از این زاویه دیگری شما مطرح کردید و خیلی کمک کننده بود. من دکتر اسفندیزاد هستم، مدیر گروه بهداشت روان دانشگاه، و این موضوع برام تقریبا من همه دلبستگی معلقه من خیلی دوست دارم. این که واقعا خیلی لطف کردید و زاویه خیلی قشنگ دوست کنید. من با عنوان روانشناسی بحثی داریم از این که نوزایی که دنیا میان روش میکنه، وقتی روش میکنه یه مفهوم میکنه، یه مطرح میکنه به نام اکومودیشن اسیمیلیشن، یه نوزایی برونسازی میکنه، یعنی یه محیط معرفی میگیره تو ذهنش، تو تحولهاش جمع میکنه و یه مفهومی رو شکل میده. این مفهوم با این مفهوم دنیا رو باهاش تعامل میکنه. بعد وقتی که با یک
پدید جدیدی که ما هم خانه مواجه میشه شروع میکنه به اصطلاح اکومودیت شدن. خب وقتی فرد این ظرفیت داره که با شرایط جدید، وضعیت جدید، مشکلات جدید، ظرفیت جدیدی تو خودش ایجاد بکنه، قطعا جوامع این توانایی رو دارن دیگه. برادرم یه از توانایی عمومی مردمه. به هر حال مثلا می‌بینی مثلا 4 روز پیش 22 بهمن بود و علیرغم همه فشار روانی شدید که مردم بود که آیا تا 22 بهمن دل میشه بمیشه فلان میشه، ولی به هر حال مردم حضور پیدا کردن. حالا این حضورشون از سر چی بود؟ با هر انگیزه ای، یعنی یه جور وحدت، یه جور انسجام، یه جور احساس امنیتشون تو چهره مردم. یه روانشناس که به نام آیزن، یه روانشناس آدم خاصی، وقتی میرن سینما جایی که فیلم نگاه کنن به تماشاچی نگاه میکنن، اون رفتاری تماشاچی در مقابل فیلم خیلی براشون جذاب‌تره. حالا یه آدمی مثل ما اینجوری که اون حالتهای عاطفی روانی مردم رو به خصوص تو مناسبتهای اینجوری وقتی میبینیم احساس میکنیم که اینا هنوز دنبال یک امیدی هم، دنبال یک انسجامی هم، یک پارچگی هستن. و خب حالا شما بهتر بکنید، بالاخره مردم خیلی سخته که بخوان هزینه کنن، بخوان یه انقلاب بکنن و دوباره بخوان مثلا یه سیستم جدید، این دنبال اصلاحات هستن. شما در سطح فردی، چی در سطح اجتماعی، مغزمون، ذهنمون، فکرمون کار میکنه، تلاش میکنه، سعی میکنه که اصلاحات، تغییرات که امکان سازگار شدن با وضعیت جدید رو فراهم بکنه جای میکنه. این که ادامه من باشیم دیگه از فرایند شکلی ساختار شخصیتی آدم دارم و معتقدم که مثلا جوامع هم تابعی همچین قوانی هستم، به امیدوارم و اینکه نخره نظام سیاسی ها که مرجعان سهلیم دیم بدن ملن یا کسایی که دارن ذهن مردم و فکر مردم و خون مردم دارن میخورن به اینها، اینا برحال قرار نیست که ابدی باشن، که قرار نیست که بی نهایت باشن، که برحال این تعارض اساسی بلاوز تاریخی بلاوز فرنگی باید اینجوری که شما بلاوز اشتران برس میکنم این جوان به سمت آزادی، جوان به سمت مثل حاکمیت مردم، به سمت باز حاکمیت خرد، این ها پیش میدن. این اتفاقا این فرق نشده رو میشه طبیعی، حالا میگم میشه طبیعی فرض کرد یه اتفاق یه نوستانی بلاوز روانی شناختی در سطح فردی هم همینجوری آدم کم کم خوشون رو جمع میکنن دیگه. بعد در این نورس بود برمیم 25 درستشون بهبودی کامل دارن، 25 درستشون بهبودی نسبی دارن، 25 درستشون سر نوستانی، 25 درستشون سر مزمین شهر. من فکر میکنم که بیدونی در سطح کلان جامعه هم دارن، من دوست دارم امیدوار باشم، خواستم تشکر بکنم از چون اون امیده من یه انگیزه بودیم. در شکی امیدوار پیدا شد خیلی ممنون، بسیار آموزنده بود و متشکر. من یه دو تا سوال دارم. یکی این هست که این برایندی که شما اشاره کردید اتفاق میفته و اون سختی که حالا میریزه و بعد مردم فکر میکنن یه سخت دیگه ای هست که میتونن زیر اون سخت برن، چه اتفاقی در جامعه ایران تاریخی میفته که ما این سخت ها هی میریزه، هی ساخته میشن در حکومت های مختلف از همون ابتدا، این چطور میتونه توجیه بکنه؟ چون این بار حالا یک انقلاب اسلامی بود ولی قبلاً اتفاقهای دیگه میفته. این یکی هم که در رابطه با فرهنگ ایران، وقتی که ما مطالعات مردم شناسی رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که حداقل بر اساس گفته های مردم شناسان و حتی روانشناسان مثل دکتر رضا آراسته کتابی در رابطه با انسان و جامعه در ایران نوشته، میگه فرهنگ ایران و مردم ایران طوری هستند که وقتی یک فرهنگ جدید وارد میشه به جای اینکه اون رو کامل قبول بکنن و یا کامل رد بکنن تلفیق میکنن. و مثال هایی که زده میشه این هست که از همین در طول تاریخ ما
هم عید رو جشن میگیریم، هم اعیاد مذهبی رو، هر دو تا رو با هم داریم و این تلفیق شاید یک کمکی میکنه به اینکه یک زیربنایی وجود داره که همه اینها روی اون قرار میگیرن، اون زیربنا از بین نمیره. نظر شما راجع به این بدونم، به همین که در کشورهای دیگه که اونها هم بالاخره مدرنیته رو تجربه میکنن، این همه آشفتگی که برای تاریخ ما اتفاق میفته در اونجا این اتفاق نمیفته. اونها هم بالاخره یک ارزشهایی رو داشتن که اون ارزشها زیر سوال میرفت و اونها دوباره بازگشت به اونها رو انجام میدادن، چون به طور کلی هم تمدنها، فرهنگها در شرایط سخت بازگشت میکنن به یک به اصطلاح ارزشهای قبلی که در ذهنشون به نظر میاد که این ارزشها بهتر از اون شرایط فعلیشون هست. ولی خیلی تحت فشار قرار نمیگیرن با اون صورتی که شما اشاره کردید که در جامعه داره این اتفاق میفته. این میکروفونه ببخشید. در مورد امید که آقای دکتر فرمودن، منم خیلی ناامید نیستم، ولی یعنی امید موعودگرایانه تاریخی بالاخره با امید زنده ایم، ولی چشم نمی‌بندیم بالاخره به مخاطراتی که الان وجود داره و حقیقتاً نباید کفایت بکنیم به اینکه بزرگوارانی در واقعیمای 22 بهمن شرکت میکنن بگیم این جامعه است. خب واقعا اون جامعه نیست، اون بخشی از جامعه است. و ببین اصلا مهم نیست چند نفر توی این راهپیمایی ها شرکت میکنن، اون اصلا مهم نیست. مهم اینه که اون چند نفر که شرکت میکنن اون نماینده عام هستن یا نیستن. من معتقدم اونا لزوما نماینده جامعه نیستن، نماینده بخشی از جامعه هستن و بخشی از جامعه مرتبا فاصله داره میگیره و این آدم رو نگران میکنه. و حالا شما اگر یه مریض جلوتونه مثلا اعصابش خورده، یه درمانی میکنید، منم یه بدن بزرگتری جلومه به اسم جامعه و فکر میکنم این خیلی خطرناکه. و میخوام بگم که یه فکری ولی برای بگه یه تشخیص و درمانی بالاخره برای این کرد، یعنی اصل درد و پذیرفت. ببین برای اینکه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی رو ببینید، اصلا دردی وجود نداره. هرچی درد وجود داره خورد سر کفار، ما فقط یه تکه از بهشتیم روی زمین. گفتی نفر یک بزرگواری تلویزیون گفتش که ایران قطعه ای از بهشت است که افتاده روی دنیایی از آتش و جهنم. ببین اینجوری که نیست که. میدونید واقعا به نظر من میاد که ما جامعهمون بیماری های بزرگ خودشو داره و بعد بهش فکر کنیم. و منم امیدوارم، یعنی واقعا امیدوارم. حالا تو پاسخ به سوال آقای میگم امیدوارم به چیه. این که گفتیم که شما آیده تو پرسیدیم این سخته چجوری ساخته میشه، من فکر میکنم که برای این روزه، نه اگه بخوام بگم الان داره تو ایران چه اتفاق میفته، این جامعه اگر یه روز به دین تمسک کرد و فقط دین، یعنی دین تنها منبعی بود که احساس امان و امید تولید میکرد، امروز امروز به نقطه عکسش نیفتادیم که اصلا دین یه چنین نقشی نداره قطعا. اما بیشتر میشه گفتش که در شرایطی افتادیم که دین به تنهایی دیگه نمیتونه این کار رو کنه. دین هم یکی از ذخایره، اما به تنهایی نمیتواند. تجربه به نظر من تا روزی که نپذیریم هم ما مردم هم حاکمان که دیگه این جامعه با یه سقف به سامان نمیشه. چطور ما الان اینجا نشستیم با هم زیر یه سقف، ولی شب هر کدوم میریم زیر سقف‌های خودمون؟ جامعه هم
باید به سمت چند تا سقف پیش بره. ما اگه روزی به این نتیجه برسیم آقا یه چند تا سقف و سقف ها بی نهایت نیستن، یه چند تا سقف وجود دارن که هر کدوم به سهم خودشون میتونن امان و امید ایجاد کنند، این سقف ها باید همدیگه رو به رسمیت بشناسن. مثلا در کنار اسلامیت ایرانیت، در کنار ایرانیت قومیت، در کنار قومیت گروه های مختلف اجتماعی که به شیوه های متفاوتی زندگی میکنن که حالا بشموری میشه 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا سقف. این سقف ها تا با هم به مناسبات مسالمت آمیز نرسیدن، همون جوری که شما زیر سقف خانتون حیات سقف بغلی رو هم به رسمیت میشناسی، جامعه دیگه سقف یگانه پیدا نمی کنن. به نظر من جستجوی امن و امان تو این جامعه به اعتبار یه سقف نازک و زیر سقف‌های متعدد، من اینجوری به افق فردا فکر می‌کنم. بنابراین دین اگر بخواد این چون دین اون سخت‌ترین هسته‌ای که غیر خود رو نمی‌پذیره تو همه جوامع و در همه تمدن‌ها دینه. دین خیلی می‌خواد در دین باید استعدادهای خاصگرایانه خودش رو فروگذار کنه به همان اقلیت و گرایشات عامگراش رو توسعه بده. الان ما هرچی از انقلاب گذشت متشرعانه و شیعی تر شدیم و میخوایم یه گروه خاص رو امان بدیم، اما میتونیم مسلمان و حتی خداپرست بشیم. خدا یه مفهوم خیلی عام‌تره از این نگاه فقط متشرعانه به امر دین. شرطش اینه که این دینه یه جوری حاضر باشه اون سقف‌های دیگر رو به رسمیت بشناسه و البته خودش یک ذخیره فوق‌العاده مهم و قدرتمنده در ایجاد امان. خیلی مهمه تو این مملکت دختر مردم رو اسید تو صورتش می‌پاشن، هیچ کدوم هم مراجع این کشور صداشون در نمیاد. خب این الان شهروند ماست دیگه، حالا پوشش متشرعانه مورد نظر تو نیست، این حیات نمیتونه تو جامعه داشته. ببین اینجوری آدم ها احساس بی‌سقف بودن میکنند. راجع به اون نکته که شما فرمودید فرهنگ جدید و تلفیق، البته آقای دکترم فرمودن در مورد تطبیق، آره این تطبیق وجود داره و حتما داره میفته و جامعه ما هم افتاده و امروز یه روزی توی این مملکت سر گوجه فرنگی و دوش دعوا بوده. خب ما خیلی با مظاهر دنیای جدید پس معلومه تطبیق پیدا کردیم و جلو رفتیم و ولی ببینید بعضی جوامع عادت دارن این فرایند تلفیقشون رو یه خود آرام و کم هزینه طی کنن، ما متاسفانه پر هزینه طی میکنیم. خدا آخر عاقبتمون رو به خیر کنه. و سوال آخر شما این که در کشورهای دیگه چه میگذره، عرض کردم همه کشورها وضعیتشون اینجوریه. اصلا دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش سرعت تحولاته. همین گوشی موبایلی که الان جلو منه چند سال عمر داره این گوشی هوشمند، یه انقلابی تو دنیا کرده. خب ببینید شتاب تحولات سریعه، بنابراین آدم هم در انطباق فوری با شرایط جدید خب با همون سرعت انطباق پیدا نمی کنن. بنابراین مسئله همه جوامع جدیده. این رجعت به دینم که من عرض کردم در ایران دهه 40 و 50 اتفاق افتاد، در همه دنیا و در همه صورت‌های تمدنیه، یعنی همزمان یهودیت سیاسی شد، مسیحیت هم سیاسی شد. دقیقاً به اعتبار همین جامعه جهانی هم یه جاهایی تو فرایند جهانی شدن احساس گسیختگی میکنه و دوباره به ارزش‌های سنت خودش باز میگرده. در واقع تحولات جامعه دایره است، ولی این دایره ها به تدریج رو به جلوست، ولی خطی قطعا تحولات نیست. خیلی ممنون. خیلی ممنون. ما دوستان جلسه داریم، ما حضوری اگر یک سوال دیگه هست بتونیم بپرسیم و با هم یه سما جلسه رو خواهد. من سرپرست میکنم مرسی از صحبتتون. من یه سوالی داشتم حین صحبتی که داشتیم میکردیم، فرمودید که
در واقع اون زمان یعنی جامعه دهه 40 و 50 هم از دست داده بود سقفشون. سوال من اینه که خب دلیل از دست دادن اون سقف چی بود؟ یعنی اون زمان اون سقف چرا از بین رفت؟ و حالا باز در مورد جوانان ناامید صحبت کنم. من خودم روانشناسم و در واقع می‌دونیم به شدت با این موزل ناامیدی مواجه هم با میتونم بگم یه ناامیدی در واقع خیلی ریشه دار و اساسی که جلوی فکر کردن به هر گونه تغییری رو میگیره. و خب من میگم این رو به عنوان یه مشکل اساسی میبینم، نتیجتاً یه انگیزگی، نتیجتاً یک حس میتونم بگم نفرت، یه چیزی خیلی شبیه به نفرت و دلزدگی میدونین از اینکه چرا موقعیت من در این زندگی در این جامعه به این شکل هست. که حالا من هم فکر کنم اینا نتیجه همون در واقع اون گسیختگی هست. میدونین یعنی من به همسایه بغلی نمیتونم اعتماد کنم، زمانی که یکم ظاهره یه نفر با من متفاوته من کلی پیش فرض تو ذهنم و من نوعی رو دارم میگم که این ارتباط های اجازه نمیده شکل بگیره. خب و حالا من به اندازه شما امیدوار نیستم، شاید به شاید هم مرض ناامیدی هم منم خیلی بشه دارم، ولی من به اندازه شما امیدوار نیستم. من چند وقت دارم سعی میکنم که در واقع طرح پژوهشی بنویسم روی موضوع که در واقع مکانیزمی که این قضیه داره اتفاق میفته تو جامعه و اینکه دقیقا کجا داره اتفاق میفته، مکانیزمش چیه، به چه شکل داره عمل میکنه، آیا من زمانی که میرم سوپرمارکت یه چیزی بخرم هم این تمام این پیش‌فرض‌های ذهنی داره تو ذهن من آیا تکرار میشه. فرضاً اینه که اینا در تمام نقاط زندگی حالا میتونم بگم یه جامعه ایرانی از صبح که از خونش میاد بیرون هی داره تکرار میشه و نشخوار میشه. خب به خاطر همین عمرشو من خیلی بیشتر میبینم و اینقدر امیدوار نیستم. نتیجه میخوام بدونم که به نظر شما میدونی بذارین اینم توضیح بدم که من این قضیه رو یک در واقع چون یک مسئله خیلی ریشه دار دارم میبینم و یکم در اسکیل فردی تر این مرور رفتاری که شما برای این قضیه در واقع دارین در نظر میگیرین رو در این سطح نمیبینم، در سطح خیلی کلانتر میبینم. به نظر ما الان نمیتونیم بگیم که خب بیاین ماها مثلا تو سطح فردی شروع کنیم و یک سقف بر خودمون درست کنیم. این سوال من اینه. سوال دومم اینه که خب به نظر شما با این پیش‌فرضی که من گفتم چطور میشه در واقع یه برون رفتی یکم فردی تر برای قضیه پیدا کرد توی اسکیل کوچیک؟ من یه سوالی اول شما بکنم، شما که روانشناسی پیش اومده یه آدم مریض ناامید بی آینده رویدادی تو زندگیش اتفاق بیفته که یه دفعه چشم اندازاش تغییر کنه، مثل یه معجزه ای تو زندگیش بشه، مثلا عاشق بشه، مثلا چه میدونم، یعنی یه کسی تو زندگیش یه دفعه وارد بشه و بعد چهره زندگیشو دگرگون کنه؟ ممکنه؟ بله ممکنه. خیلی خوب. من چون در واقع با کارتون خوابا کار کردم یه مدتی و دقیقا مسئله بود که معنی زندگی این آدم ها چیه، خب چه چیزی تونسته این آدم ها تغییر بده برای حالا پاک شدن از مواد مخدر و بهبود. و در واقع فکر میکنم آره یه جاهایی ممکنه ولی نادره، سختی. ببینید ما واقعا به یه چیزی به نام معجزه در حیات سیاسی هم قائلی. سیاست اصلا، ما سیاست خونده ها وقتی با جامعه شناس ها بحث میکنیم میگیم ما سیاست خونده ها، سیاسی خونده ها به جامعه به منزله عرصه امکان ها نظر میکنیم، شما به جامعه به منزله عرصه از ضرورت ها. میدونید یه جامعه شناس میگه خب با توجه به تحولات جمعیتی، با توجه به تحولات چه میدونم ارزش ها فلان، لاجرم این جامعه چنین است، هی میگه چنین است، اینجوری است.
اما من سیاست خوانده به جامعه به منظره اصلی امکانها نظر میکنم، یه جوری انگار اون صرفا به ممکنها چشم داره، من اتفاقا به ناممکنها، و من میگم سیاست عرصه تحقق هر آن چیزی است که چه بسا در وضع عادی مردم ناممکن میانگارند. سیاست به همین جهت جوهر متفاوتی داره. میدونید ببینید چه چیزی تو سیاست معجزه میکنه؟ اون چیز علل اصول اینجوریست، وقتی سازمان سیاسی مرتبا به خرد حاکم تکیه میکنه و مردم از میدان اندیشه و خردورزی بیرون میفتند، اینجوری میشه که خرد یا خردهایی راه نشان میدند و اکثر مردم از بازی خردورزی دور میفتند. اینه که مردم یواش یواش ناامید میشند، تحقیر میشن، ناچیز شمرده میشن، چون نادیده هی گرفته میشن. هر وقت هم مثل کلاس میمونه، الان شما دانش کلاس دارین درس میدین، یه استاد اگر یه دانشجو یه ذره بخواد از مدار تعریف شدهش بیرون بره، میگه خفه شو برن شو گم شو بیرون فلان. اما یه موقع یه استادی ممکنه فحش هم بهش بدن، به ایسته مدیریت کنه، بخنده که کلاس اداره کنه بره جلو. واقعا رابطه های نظم های دموکراتیک و غیر دموکراتیک یه چنین تفاوت هایی با هم دارن. اینه که تو کشورهای ما وقتی یه دفعه یه میدانی گشوده میشه، این نادیده گرفته شدگان منشأ تحول میشند، یه دفعه معجزه اتفاق میفته. ببینید واقعا نمیدونم سن شما چطوری، سال 76 چقدر به یاد دارید، ولی سال 76 واقعا تو جامعه ایران این اتفاق افتاد. یعنی ببین اصلا مهمی مردم تصمیم درستی میگیرن یا غلطی، یا اصلا اون مهم نیست، مهم اینه که مردم یه دفعه میبینن واقعا تصمیم رادیکالی میتونن بگیرن و میتونن یه چشمنداز درست کنند. حالا فرض هم بکن بعدن بگن چشمندازمون خوب نبود، مهم نیست، مثل کاری که ما تو انقلاب کردیم ها. اما اگه هر دفعه بیان بیرون و تو با فشار برشون گردونی، هی این احساس به لحاظ سیاسی به نظر من تحولات بعد از سال 84، شما الان ببینید پایگاه اجتماعی آقای احمدی نژاد الان یه جورایی گفتن خفه، خودش هم خفه، آقای موسوی یه جوری اونو گفتن خفه، 8 سال تو رادیو تلویزیون به اصحابی هم که اون روز ریختن تو خیابون میگن خفه، تحقیرشون میکنن، اصحاب بدبخت فتنه‌گر فلان، درسته؟ خب یعنی چی؟ کارگران امروز میریزن، خب میگی چی؟ خفه، بیاید درست فرض کنید، شکایت کنید، حالا بلا. ببین امروز اگر حاکمان ما این فرصت رو ایجاد بکنن که این مردم یه کار جمعی بکنن، یعنی به دید گرفته بشند، فقط این اتفاق نیفته که یه جایی جمعیتی بیاد بگن این مردم هن. نه، مردم همونایی هن که کف خیابونن و به هزار شکل هن. اون وقت ببینید واقعا سال 76 این اتفاق افتاد. یعنی ببین قبل از سال 76 شرایط ایران مثل شرایط امروز شرایط شبه جنگ بود. تمام کشورهای اروپایی سفراشون از ایران فرا خونده بودن، ناوگانهای آمریکا تو منطقه بودن، بوی جنگ می اومد. واقعا سال 74-75 تو ایران این خبر بود. یه میدان گسترده گشوده شد، هم اون فشارهای جهانی مرتفع شد، هم یه دفعه شما ببینید شاخص اعتماد، شاخص همبستگی های جمعی، همبستگی های قومی، همش آمارها نشون میدن بهترین موقع از اون موقع. اون یه معجزه در عرصه، یه ناممکنی بود که ممکن شد. باور بفرمایید شما اگر مسئولان ما یک کمی سیاست داشته باشند و هی نخوان، هرچی جامعه بحرانی تر میشه من نمیدونم چرا هی به این نتیجه میرسن یه دره بریزن بیرون، به جایی که بگن یه دره بریزیم تو کشتی، هی از تو کشتی میگن این کشتی رو خلوت تر بکنیم راحت تر میشیم، نمیگن اونایی که میریزین تو دریا الان اینا چند نفرن. خب اینا وقتی عرض میدانه گسترده ای از ناامیدی یه دفعه طوفان میکنه توش چیزای خونینی در میاد.
بنابراین من معتقدم هنوز عرصه سیاست اتفاقا در این شرایطی که همه احساس نگرانی میکنن، من اتفاقا فکر میکنم بهترین فرصت برای ظهور یک معجزه سیاسی، و اون معجزه سیاسی همون جور که گشایشایی رو در عرصه کلان ایجاد میکنه، در عرصه فردی فراوان و فراوان. واقعا دوم خرداد خیلی ها بچه های ایرانی از خارج اومدن ایران، برگشتند، این موجه رفتن و رفتن به موج مهاجرت معکوس تبدیل شد. بنابراین من معتقدم همون جور که معجزه در سطح روان فردی اتفاق میفته، سیاست اصلا میدان معجزاته، و امیدوارم که متولیان امر یه بارم معجزه سازی بکنند به جای تمرکز سازی. من به این معنا به عنوان آدم سیاسی همیشه باید امیدوار باشه، چون عرصه سیاسی عرصه ضرورت ها نیست. خیلی ممنون آقای دکتر، خواهش می‌کنم سخنرانیتون و سخنرانی خوبتون برای جمع هم مورد مخاطب خیلی متشکرم.